اگر میخوای بدونی این غذای خوشمزه، این برنج مخلوط چیه، با من همراه باش تا بهت آموزش بدم. این غذا یه تدیگ فوق‌العاده خوشمزه هم داره که از دست ندی. سلام، من ندا هستم، به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه این پلو زردک خوشمزه رو آماده کنیم. اول از همه داخل ظرف مورد نظرمون مقداری روغن می‌ریزیم و بعد یک عدد پیاز بزرگ رو نگینی کردم و داخل این روغن سرخ می‌کنم. این پلو زردک یه غذای سنتی افغانی هستش که مردم عزیز افغان این رو آماده می‌کنن و من اینو دارم به روش افغانی ها این رو براتون آماده می‌کنم. زردک به معنای هویج هستش، هویجای زرد. خب حالا بریم سراغ آموزشمون. من اینجا از گوشت ماهیچه استفاده کردم که شما میتونین از هر گوشتی استفاده بکنید و ادویه هایی که داخل دیسکریپشن براتون مینویسم و داخل تصویر هم بهتون نشون دادم. کاملا این ماهیچه رو با این پیاز سرخ میکنم، تف میدم و بعد از اینکه کاملا سرخ شد مقداری آب میریزم تا این ماهیچه بپزه. قبل از اینکه ماهیچه‌مون رو بذاریم برای پخت، مقداری زعفران غلیظ شده بهش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم که کاملاً پخته بشه. دوستان عزیز، کانال آشپزی ندا لایف پر از آموزش آشپزی جدید، آسان و سریع و خوشمزه هستش که به سادگی توضیح داده شده و وقت شما رو بیهوده تلف نمی‌کنه. ما تمام تلاشمون رو کردیم تا همه آموزش‌ها مختصر و مفید باشه تا مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیریم. خب حالا بریم سراغ آموزشمون. بعد از اینکه ماهیچه ها پخته شد بهش هویج های زردمون رو اضافه میکنیم تا اونها هم کاملا پخته بشه. برای تهدیگ که بهتون گفتم یه تهدیگ جذاب داریم، تهدیگ هویج هستش. من یک دونه هویج رو به همین صورت که میبینین تقریبا باید لایه های زخیمی باشه به صورت ورقی برش میدم برای کف قابلمه. امروز من تهدیگم رو میخوام از ترکیب دو تا سبزیجات استفاده بکنم، یکی هویج و یکی سیب زمینی. شما میتونین فقط از یکیش استفاده بکنین یا اینکه اصلا نون بزنین و هر تهدیگی که مورد علاقه خودتون هستش میتونین استفاده بکنین. از اینکه همراه ندا لایف بودین، تکرار میکنم ندا لایف هیچ حامی نداره و حامیش توی نوعی هستی که داری این ویدیو رو میبینی و به چند روش میتونی منو حمایت کنی. اگه منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، اگر ویدیو رو لایک نکردی لایک کن و اگر نظری داری که از همه مهمتره و از همه مهمتره، اگر نظری داری در مورد ندا لایف و فکر میکنی باعث رشد اون میشه 100% اون رو کامنت کن. بخیل نباش، همه اینها رایگان هستش. ارادتمند شما ندا. خب حالا هم گوشت و هم هویج زرد ما پخته شده. من برنج هایی رو که خیس کردم و بهش نمک زدم رو به ظرفمون اضافه میکنیم. من تست کردم دیدم مقدار نمکش کم بود، دوباره نمک اضافه کردم، مقداری زعفرون غلیظ شده و گذاشتم که به صورت نیم پز بشه. چون که من میخوام از تهدیگ استفاده بکنم، داخل یه قابلمه گذاشتم یه ذره نیمه پخته بشه و بعد دوباره منتقلش کنم توی این قابلمه. تهدیگم رو میذارم، مقداری روغن ریختم، کنجد و بعد هویج و سیب زمینی رو همه کف قابلمه میچینم. خب برنجامون الان آماده شده برای اینکه بذارین دم بکشه. من برنجا رو با گوشت و هویج
منتقل میکنم به این قابلمه. دوستای خوشگلم، ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنین و نظراتتون رو برام کامنت بذارین. و اگر دوست دارید هر وقت ویدیو میذارم متوجه بشید، سابسکرایب کنین و بعد از زدن گزینه سابسکرایب، زنگوله کنارش هم بزنین و گزینه همه رو فعال کنین. به اندازه نصف استکان آب میریزیم برای اینکه برنجمون دم بکشه. خب اینم از برنج خوشمزه که نگم از طعمش براتون. فوق‌العاده شده بود. حتما این غذای خوشمزه زردک پلو رو آماده کنین که از دستش ندین. تهدیگاشم که دیگه فوق‌العاده شده بود. امیدوارم شما هم لذت برده باشین و درست کنین و در کنار خانواده نوش جانتون کنین.